ورودی به روشنای دوشنبه شبهای میهن ایران زمین بر شما هم میهنان عرجمندم در همه جای جهان خاصه هم میهنان عزیز در مام میهن بردمه های خبری تحلیلی ایران فردا را میگوشه این با برگ دیگری از دفتر شانگاهی صفحه یک نخست همچون همه شب نگاهی کوتاه خواهم داشت بر سرخط خبرها لحظه به لحظه با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با رقابت شانه به شانه یک زن و مرد آمریکایی هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ انفجار در سامرای عراق و کشته شدن شش هفت تن از زائران ایرانی و توقف اعزام کاروانهای زیارتی جمهوری اسلامی تا اطلاع سانوی باستاب بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران واکنش تند و شدید معاون حقوقی حسن روحانی به های دوگانه با رسانه ها در ایران تازه ترین اظهارات هاشمی رفسنجانی در همایش محیط زیست و هشدار به ویرانی سرزمینی ایران باستاب گسترده در گزشت فقیهی تون از کمپ اصولگرایان با نام جعفر شجونی و در عرصه منطقه ای در دو جبهه در شامات و عراق پیشروی در موسل و ادامه ها در رقه سوریه برای پاکسازی گروه های داعشی و بالاخره آخرین خبرها و تحلیل از ترکیه با تازه ترین اقدام حزب دموکراتیک خلقها در تحریم پارلمان این کشور سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب هفته همه آبان ماه ایرانی است که در طول 25 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید تا بازخانی مشروع اهم مطالب امشب همچون همیشه و همه شب با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت با درودی دوباره محضر یکایی یک شما بینندگان و همراهان ایران فردا که بیننده برنامه شانگاهی صفحه یک هستید با آخرین و تازه ترین خبرها و نظرها از ایران منطقه و جهان در بخش نخست برنامه امشب خبرها و نظرها را با مطبوعات اصلی ایران پی میگیریم و در بخش میانی به کوتاه خبرهای از عرصه سیاست اقتصاد و اجتماعی نیز نگاهی خواهیم افکن. همنشینی هاشمی رفسنجانی با معصومه ابتکار در همایش محیط زیست و هشدارها به بحران فزاینده زیست محیطی در ایران بر صدر بیشین روزنامه های کشور نشسته بود خاصه بخش های سخنان هاشمی رفسنجانی که وجه انتقادی آشکارتری داشت به سیاست های مخرب دولت احمدی نژاد که از غذا تمام قد نیز مورد حمایت شخص آیت الله علی خامنه ای بود نگاهی کوتاه به چند عنوان اصلی در این راستا خواهم داشت روزنامه اطلاعات به نقل از هاشمی با جمله شرطی سفر و بست مبنی بر اینکه اگر خصوصی سازی انجام شده بود شاهد بیکاری و رکود نبودیم که نقد آشکاری بود که اهمال و کمکاری های دولت پیشین که خصوصی سازی رو به مردان دولت خود واگذار کرده بود اشاره داشت یا روزنامه ایران موضوع رو از, دری... از دریچه برجامی بررسی کرده به نقل از هاشمی نوشته بود که برجام به داده محیط زیست رسید شهروند روزنامه ای که عمدتا به مسائل زیست محیطی تمرکز و توجه بیشتر دارد از نگرانی علنی سه مسئول بلند پایه جمهوری اسلامی در افسایش ویرانگری سرزمینی ایران نوشته بود گزارش شهروند با اعلام نگرانی نسبت به وضعیت محیط زیست و افزایش زمین خالی در ایران از رقابت در خوردن زمین کوها و دریاها نوشته بودند و یا روزنامه فرهیختگان به بحران آب در ایران اشاره نمود که این روزها از غذا به طور روزانه از سوی مسئولین جمهوری اسلامی نسبت به در واقع طبعات بیابی در آینده نچندان دور در ایران هشدار میدهند این روزنامه که به نحوی تریبون دانشگاه آزاد است به نقل از رفسنجانی چاره جویی علمی برای بحران آب رو در های دانشگاه آزاد اسلامی خواستار شده بود ادامه میدهیم با دیگر موضوعات از سایر مطبوعات کشته شدن شش شهروند ایرانی که در آخرین لحظه گویا هفتن شده بودند در انفجار تروریستی در سامرای عراق با و گسترده در مطبوعات امروز تهران داشت هرچند افکار عمومی ایرانی نسبت به چند و چون این نوع اتوبوس ها و مسافران آگاهی کامل ندارند و عمده شهروندان حتی در شهر شبکه ها با ابهام بزرگ مواجه بودند که چرا و چگونه است که ایرانیانی تحت عنوان توریست یا زائر به کشوری که همینک در جنگی تمام قد عظیم و گسترده با یکی از مخوفترین گروه های تروریستی منطقه یعنی داعشیون در جنگ است چرا به این کشور سفر میکنند؟ در هر روی روزنامه 19 دی از این واقعه به عنوان روز خونین عراق یاد کرده بود یا کیهان از انفجار تروریستی در ترمینال سامرا نوشت که منجر به کشته شدن شش زائر ایرانی شده بود همینطور روزنامه ابتکار به عنوان هدف اتوبوس زائران میکوشید که نشان دهد این یک عملیات تروریستی کور نبوده بلکه سازماندهی شده و با هدف تعیین شده بود که از غذا زائران ایرانی رو مد نظر داشتند ادامه میدهم با دیگر و سایر مطبوعات در گذشت شجونی یکی از فقیهان تنخوی جمهوری اسلامی منصوب پایگاه اصولگرایان با واکنش گسترده از سوی رسانه های رسمی از یک سو و رسانه های سایبری در شهر شبکه ها در سوی دیگر مواجه شده بود از جمله روزنامه روزان در عنوان اصلی خود با انتشار تصویر کاریکاتورگونی از این تازه در گذشته نام برده رو به عنوان منتقل سخت اصلاحات خواند که عضو جنجالی جامعه روحانیت مبارز نیز بود است اما روزنامه میان روی شرق با واژگانی ملایم تر که شاید برآمده از فرهنگ ایرانی است تنخویی های سیاسی وی رو با عنوان پرشور توصیف کرد و در عنوانی اینگونه اشاره نمود که شیخ پرشور آرام گرفت نکته جالب توجه این که تمامی روزنامه های منتصب به طیف اصولگرایان از این فقیه در گذشته منتصب به جپه خودشان حتی یاد نکرده بود یاد خاصی نکردن که شاید هم زاویه ایشان با محمود احمدی نژاد بود چرا که شجونی علا رقم همه اصولگرا بودنش نسبت به کم ارادتی احمدی نژاد به خامنه ای بعضا انتقاد داشت که در هر روی گوی و بر این مبنا با بایکوت رسانی هم شده بود مثلا روزنامه های همچون کیهان قدس رسالت و حمایت و حتی وطن امروز که به طور عادی و روزانه انتظار مرگ سایر مسئولین منطقه ای رو میکشه، میکشید به مرگ این هماندیش پیشین خود حتی یک اشاره نکرد که همگی نشان زوال اخلاق در صاحبان قدرت و اصحاب رسانه ها در ایران دارد اشاره اینجانب به یکی از تیترهای حرمت شکن روزنامه وطن امروز بود که برای پادشاه بیمار رو نظار عربستان نوشته بود که تحت خبر مرگش که حتی این میزان گسترش بی اخلاقی و رواج لومپنیز مورد احتراز برخی از دستان در کاران رسانه های داخل ایرانیز شده بود اما نسبت به آقای شجونی اشاره نکرد و اما خود مطبوعات و روزنامه ها نیز امروز موضوع نقد و بررسی بسیاری از روزنامه ها بودند نمایشگاه مطبوعات در تهران بهانه ای بزرگ و به هنگام برای انتقاد از کرد و کار و عملکرد رسانه های چاپی تهران از سوی مسئولین شده بود روزنامه اعتماد عنوان اصلی گزارش رو به انتقاد مجید انصاری اختصاص داد که در گزارشی به عنوان پول مردم علیه مردم از نقش برخی از مطبوعات حاکمیتی گلایه میکرد که نسبت به دولت تخریب میکنند معاون حقوقی رئیس جمهور ایران بدون ذکر نام صدا و سیما و کیهان و چند روزنامه دسترستی تنروی دیگر آنها رو نشانه میگرفت و از میزان حجمه و تخریب علیه دولت حاکم ابراز شگفتی و نارضایی میکرد اما روزنامه ابتکار در ستون سرمقاله اصلی شماره امروزش با عنوان دور بدجنس تنیده بر اندام روزنامه ها به دیگر به تحلیل آزادی مطبوعات یا عدم آزادی مطبوعات در ایران پرداخته بود محمد صادق جنان صفت که عمدتا یک روزنامه‌نگار اقتصادی است از جمله معتقد بود که شمارگان روزنامه های ایرانی بر پایه آمار ارائه شده از سوی مقام های وزارت ارشاد حدود 800 هزار نسخه در روز است که اگر به حدود 60 میلیون ایرانی بالای ده سال تقسیم کنیم به عدد فاجعه باری می رسیم که در شعن جامعه ایرانی نیست نویسنده در ادامه با ملاحظه سه عنصر سیاست، فرهنگ و اقتصاد در دلایل شکلگیری این نقصان در افکار عمومی ایرانی از آن به عنوان یک فاجعه یاد کرده بود این روزنامه نگار عمدتا اقتصادی تأکید کرد که مطبوعات دچار دو یک دور خبیس شده اند دستکم کم از اوایل دهه 90 در دام این دور زشت افتاده و هر سال در وضع بدتری قرار می گیرن. اقتصاد ایران به زمه وی در سال 90 به دلیل ناکارآمدی دولت و تشدید تحریم ها تضعیف شد و دولت به عنوان بزرگترین نهاد اقتصادی کشور با کاهش شدید درآمد مواجه شده بود درآمد پایین دولت به دستگاه ها و سازمان ها و شرکت‌ها رسید و این نهادها که تأمین کننده عمده درآمد روزنامه ها از طریق آگهی دادن بودند دست به اساس شده و دیگران جرأت و پول قبلی رو, رو روانه مطبوعات نکردن از منظر ستونویس روزنامه ابتکار این دور بد جنس هنوز ادامه دارد و با توجه به قد برافراشتن رقبای نیرومندی مثل شبکه های اجتماعی و صدها سایت تحلیل خبری که با هزینه های کمتر همان کار روزنامه ها را رو با سرعت بیشتر انجام میدهند به نظر میرسد شرایط بدتر خواهد شد نویسنده روزنامه میانه روی ابتکار در ادامه برای در واقع ارائه راهکار از برون رفت از این معزل می نوشت که برای اینکه شرایط از این که هست بدتر نشود باید همان راهی را رفت که کشورهای دیگر رفتن ادغام مؤسسه های اطرارستانی و روزنامه ها این راهی است که به زمه وی می تواند مانع از رقابت فرسایشی روزنامه ها در تخفیف دادن عجیب و غریب به آگهی دهندگان شود و می تواند به کیفیت تولیدات کمک کند ادامه می دهم در بهبوه نقده های مخرب دولت روحانی در واپسین ماه های حضور ایشان در دولت روزنامه اعتماد به قلم صادق زیبا کلام استاد دانشگاه حامی دولت روحانی در ستون سرمقاله شماره امروز خود با عنوان اتحاد اصلاح طلبان و روحانی با طرح پرسش هایی از اصلاح طلبان میخواست که بدون اما و اگر و چون و چرا پشت آقای روحانی بیستن صادق زیبا کلام با طرح این سوال که اگر بدنه اجتماعی اصلاح طلبان از آنها بپرسد که آیا اصلاح طلبان همچنان از آقای روحانی حمایت میکنند یا نه چه پاسخی دارند و ای آیا این بدن اجتماعی از آنها میخواهد که در انتخابات اردی بهشت 96 همچنان به روحانی رای دهند زیبا کلام با طرح این دو سوال این گونه نوشته بود که هر پاسخی که حکایت از اما و اگر و شرط و شروط برای روحانی داشته باشد پاسخ مناسبی به مردم نیست پاسخ اصلاح طلبان به مردم نباید اما و اگر داشته و باید پاسخی سریح واضح و روشن باشد پاسخ باید دو کلمه باشد آری یا نه از منظر آقای زیبا کلام اصلاح طلبان باید بگویند که همچنان استوار پشت روحانی ایستاده اند و یا اینکه پاسخشان این است که هنوز تصمیمی در این باره نگرفتند یا از او حمایت نمی کنند ستونویس روزنامه اعتماد در ادامه ضمن انتقادهایی که به روحانی داشت و از آن به ضعف هایی که در دولت روحانی وجود دارد این گونه اشاره کرد که تا آنجایی که به بدنه اجتماعی جریان اصلاح طلب مربوط می شود باید بگوییم که تردیدی به خود راه ندهید و پای صندوق رای حاضر شوید و در 29 اردیبهشت 96 به روحانی با اطمینان خاطر رأی دهید اگر هم مشکلاتی بین اصلاح طلبان و روحانی وجود دارد به جریان رهبری اصلاح طلب و روحانی مربوط می شود این استاد علوم سیاسی در پایان نوشتار در روزنامه اعتماد نتیجه می که اصلاح طلبان به هیچ وجه نباید مشکلاتشان با روحانی رو به سطح جامعه بکشانند اگر چنین کنند جز اینکه مردم رو به زمه وی دچار سردرگمی میکنند بهترین خوراک تبلیغاتی را نیز برای اصولگرایان و به خصوص افراتیون جبهه پایداری و دیگر بخش های فراهم کرده اند لذا به زمه آقای زیبا کلام دعوای ما درون خانوادگی است و پشت درهای بسته باید اتفاق بیفتد در را که باز میکنیم دست در دست آقای روحانی باید داشته باشیم و یک پارچه و متحد با روحانی باشیم که تحسین و تمجید در واقع کم نظیری بود که این استاد دانشگاه نسبت به کارنامه یا شخص آقای روحانی داشت شاید هم ترس از شکست این تیم یا بر سر کار آمدن جناح مقابل باشد از انتخابات ایران به انتخابات آمریکا نگاهی میاندازیم تا ببینیم که روزنامه های تهران انتخابات آمریکا رو در دو روز باقی یه در واقع 24 ساعت مانده چگونه بررسی میکنن نکته جالب توجه این که علی رغم لحظه های پایانی به برگزاری انتخابات در آمریکا البته تا لحظه تنظیم خبر به وقت اروپا از سوی این جانب روزنامه های پرشمارگان در عناوین اصلی به موضوع انتخابات آمریکا پوشش وسیع نداده بودند اما در ستون های تحلیلی تا حدودی به این موضوع پرداختند و بازتاب داده بودند از جمله روزنامه کارون در گزارشی به عنوان چرا دلواپسان ایرانی ترامپ را ترجیح میدهند به نحوی میکوشید که از پشت پرده خاص تندروهای ایرانی با تندروهای آمریکایی در واقع همپوشانی ایجاد کند مثلا با توجه به اشاره های پیشینی ترامپ از احتمال پاره کردن برجام میخواست اشاره کند که دست هم در داخل ایران هستند که چون این چیزی میخواهند تا به تنش بیشتر میان دو کشور منجر شود البته بر اساس گزارش های تحلیلی بعضی از صاحبان رسانه ها گوی و نظر شخص آیت الله علی خامنه ای نیز به ترامپ نزدیک تر است یعنی منتظر هستند که ترامپ پیروز شود اما روزنامه اعتماد در یکی از سرمقاله های اصلی شماره امروز با اشاره به این نکته که در آستانه هر انتخاباتی در آمریکا این پرسش در ایران مطرح می شود که منافع ملی ما با انتخاب کدام حزب سیاسی در کاخ سفید بهتر تأمین می شود به تحلیل و بررسی خانش ها و خواست های نهانی برخی از رسانه ها می پرداخت. نویسنده روزنامه اعتماد از جمله اشاره کرد که اکنون که برخی از نیروهای سی سی تمایل خود را پنهان نکرده و علاقه به پیروزی نامزدی مشخص هستند مشکل این است که این بار در کشور ما بحث منافع جناهی در اظهار نظر در این باره مقدم شده است اعتماد در ادامه این نوشتار اشاره کرد تلخی اظهار نظر برخی در این بار زیاد است چون به صورت سریح میگویند اگر ترامپ بیاید حتما برجام را لغو میکنند و این بهترین فرصت برای جریان های افراتی داخلی ایران است تا طرفداران اعتدال و مذاکره و برجام را مورد تهاجم قرار دهند و برای بازگشت دوباره تندروها به دولت تلاش کنند ستون نویس روزنامه اعتماد در پایان با لحنی مزاح آمیز اما آمیخته به درد و شگفتی نوشته بود که خدا عاقبت همه ما را ختم و خیر کند با این سیاست مداران و تحلیلگرانی که داریم و اما روزنامه ایران تریبون دولت در گزارش اصلی شماره امروز با عنوان نبرد سیاه برای کاخ سفید این گونه نوشت که ترامپ و کلینتون عجیب ترین رقابت انتخاباتی تاریخ آمریکا را ثبت کردند روزنامه ایران بیشتر از منظر بحرانهای اخلاقی به انتخابات آمریکا نیز نگاه می کرد از جمله محمد مظاهری در ستون اول دفتر این روزنامه در یادداشتی با عنوان انتخابات در عصر ارتباطات بحران اخلاق و کارآمدی از جمله اشاره کرد که مسائلی که در مورد نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا مطرح و فاش شده علاوه بر سرگشتگی و ناامیدی مردم آمریکا تا حد زیادی عبوهت و اقتدار بینالمللی آمریکا را نیز زیر سوال برده است از منظر نویسنده روزنامه دولت در شرایط کنونی چه کلینتون رئیس جمهور شود چه ترامپ از دید مردم و سیاستمداران سایر کشورها که از نقاط ضعف و افتضاحات به بار آمده از سوی هر دو کاندیدا آگاهی یافتند دیگر ایالات متحده آن عبوهت و بزرگی سابق خود را نخواهد داشت و به زمین نویسنده کشوری خواهد بود که به دست فردی متوسط و حتی پایین تر از آن اداره می شود ستون نویس روزنامه دولت در ادامه به تأثیرات احتمالی سیاسی انتخاب هر یک از دو نامزد نیز اشاره کرد و می نوشت که محافظ همچون ترامپ تمایل بیشتری به استفاده از ابزارهای قدرت سخت به جای گفتگو و دیپلماسی دارند که کلینتون دموکرات آرمانهای آمریکایی رو بیشتر با تحریم و گفتگو پیش خواهد برد بدین ترتیب هرچند تغییر رئیس جمهوری به زمین نویسنده تأثیری بر آرمانها و اصول ثابت آمریکایی نخواهد داشت اما بیشک رئیس جمهور جدید تصویری متفاوت از آمریکا رو در ذهن جهانیان ایجاد خواهد کرد مبتنی بر تصویری از ناکارآمدی و ناتوانی که به مسابه روزنامه دولت البته گویا ناگزیر به تحلیلی تماما منفی بوده است تا دیگر با تازه ترین خبرها و نظرها از دفتر شامگاهی صفحه یک به صفحه رسانه هایتان باز خواهیم گشت همچنان با ما باشید و بنشینید با درودی دوباره خدمت یکایک بینندگان عزیز ایران فردا امید است که تا این لحظه از زمان رو به نیکی و خوشی پشت سر گذاشته باشید خبرهای منطقه ای رو با ترکیه می ایم که موج جدید دستگیری ها و بازداشت ها و فشارها علیه فعالان ناهمسو با دولت اسلام گرای حاکم موجب رنجش و حیرت افکار عمومی در سطح جهانی شده است و همینطور موجب واکنش مسئولین اتحادیه اروپا در تازه ترین خبرها و در واکنش به بازداشت نه نماینده ی عضو حزب دموکراتیک خلق ها در ترکیه از جمله دو رهبر این حزب نمایندگان این حزب در پارلمان ترکیه اعلام کردند که در نشست های عمومی و نیز کمیسیون های کاری پارلمان شرکت نخواهند کرد حزب دموکراتیک خلقها در واقع سومین حزب عمده پارلمان ترکیه است که دولت ترکیه آن را غیر قانونی اعلام کرد دستگیری نه تن از نمایندگان این حزب در پارلمان ترکیه از جمله شخص صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک داغ دو رهبر آن جمعه گذشته صورت گرفت که اعتراض های رو نیز در میان متحدان غربی ترکیه و نیز سازمان ملل به دنبال داشت در این زمینه فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن ابراز نگرانی عمیق از دستگیری های روز جمعه تاکید کرد که رهبران دستگیر شده این حزب با رأی دموکراتیک مردم انتخاب شده اند و از افراد مورد اعتماد اتحادیه اروپا هستند بازداشت های جمعه همچنین با واکنش دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد همراه شد و این دفتر هشدار داد که آنچه مقامات ترکیه با استفاده از اختیاراتشان در وضعیت فوقالعاده انجام میدهند فراتر از حد مجاز است وزیران خارجه بریتانیا و آلمان هم بر نگرانی های خود از برخورد با مخالفان سیاسی و فعالان رسانه‌ای در ترکیه تأکید کردند و وزیر خارجه آلمان تأکید کرد که نبرد ترکیه با تروریسم نباید بهانه‌ای برای خاموش کردن مخالفان سیاسی باشد همان گونه که بیشین شما بینندگان عزیز آگاهید از زمان کودت های نافرجام ترکیه در تابستان امسال نزدیک به 35 هزار تن بازداشت و همزمان ده ها هزار تن از قضات، دادستان ها و کارکنان دولت از کار برکنار شدند. از کشور ترکیه به همسایه دیگرش سوریه گذری می کنیم که در تازه تحولات میدانی نیروهای دموکراتیک سوری دیروز یک شنبه اعلام کرده بودند که عملیاتی رو برای بازپسگیری شهر رقه در سوریه پایتخت گروه دولت اسلامی آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز نیروهای دموکراتیک سوریه که از پشتیبانی آمریکا برخوردارند عملیات بازپسگیری رقه رو خشم فرات نامیدند عملیات این نیروها که شامل گروه های مسلح کرد و عرب سوری است در زمانی آغاز شده که عملیات نیروهای عراق برای بازپسگیری موسل از گروه دولت اسلامی نیز در جریان است بیش از دو هفته است که ارتش عراق همراه پیشمرگه های اقلیم کردستان و شبه نظامیان شیعه عملیات بازپسگیری موسل در شمال عراق را آغاز کردند به گزارش خبرگزاری های جهانی از جمله رویترز در حالی که ایالات متحده آمریکا از یگان مدافع خلق سوریه به عنوان متحد خود در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی نام میبرد اما آنکارا یعنی کشور ترکیه این نیروی نظامی رو به دلیل آنچه داشتن ارتباط با حزب کارگران مینامد گروه تروریستی توصیف میکند و در واپسین دقایق در عرصه انتخابات آمریکا هر چند تا لحظه تنظیم این خبر تحولات تازه رخ می دهد یا رخ داده است اما ایمیل های جنجلی هیلاری کلینتون با اعلام موضع مقامی در اف آی وارد فاز تازه ای شد و البته تا حدودی نیز آرامش نسبی را به کمپ کلینتونی ها بازگردان در این راستا پلیس فدرال آمریکا اعلام کرد که در پی بررسی پرونده ایمیل های اخیر هیلاری کلینتون که طی روزهای گذشته بدون توقف ادامه داشت عمل مجرمانی پیدا نکرد و تحقیقات در این مورد به پایان رسید جیمز کومی رئیس پلیس فدرال آمریکا در نام ای تازه به کنگره آن کشور گفت معموران FBI آی از آخرین باری که او به کنگره نامه نوشته بود بیوقفه مشغول انجام تحقیقات در مورد انبوهی از ایمیل های رد و بدل شده هیلاری کلینتون بودند البته آقای جیمز کومی با اشاره به اینکه نتیجهگیری پیشتر اعلام شده یمان در ماه ژوئیه رو تغییر ندادیم اعلام کرد که بایستی اشاره کنیم کلینتون و مشاورانش به شدت بی احتیاط بودند و ممکن است دشمنان آمریکا به ایمیل هایش دسترسی پیدا کرده باشند اما در این پرونده مستاق یا فعل جرمی به وقوع نپیوست و هیچ اعلام جرمی نیز اختزا نمی کند که منجر به خشم آقای ترامپ شد واکنش ترامپ رقیم کلینتون به اظهار موضع اف بی آی ترامپ با اعتراض به روند بازبینی ایمیل های کلینتون بار دیگر مدعی شد که در انتخابات به نفع هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها تقلب می شود دونالد ترامپ در جریان گرد همایی در میشیگان گفت که اف بی آی نمی توانسته 650 هزار ایمیل جدید رو ظرف 8 روز بررسی کرده باشد که مجددا به اصل سلامت انتخابات قصد توهین و اتهام دارد و با این مطلب وقتمان من به پایان میرسد با سایر برنامه های در راه در ایران فردا شما را به خدا متعال متعهد تا آنگاه شامگاه خوش بدرود